فکر کنی پولهای کشور ایران کجاست؟ تمام این پولهای نفت و گاز ما کجا رفته؟ در همین بانکهای غربی، بانکهای روسی، بانکهای چینی و غیره است. و مردم لبنان و فلسطین هم که دارن میذارن و میرخصن و به ریش هرچی ایرانی میخندن و همچنین عراقی ها. مگه کشور عراق استخراج نفت نداره؟ این پولا کجا میره؟ چرا مردم ما در گرسنگی باشند؟ کشور دیگری که بیشتر از ما داره نفت استخراج میکنه و میفروشه، مردم ما از زیر پاشون فرش زرین باید کشیده بشه، در فقر و گرسنگی قرار بگیرن، عراق سازندگی بشه با پول ملت ایران. خب این چی رو میرسونه به شما؟ نمیگیرید؟ نمیبینید؟ نشسته اید؟ کس دیگری بیاد؟ هیچ فرستاده دیگری برای شما نخواهد آمد. آنچه را که دارم خدمتون عرض میکنم این واقعیت است. اگر منتظر بنشینید، اگر آن چیزی رو که دارم خدمتون عرض میکنم انجام ندید، سیاه‌تر از این روزها در انتظارتون خواهد بود. میخواین بشینید گریه بکنید؟ میخواین بشینید از فرط خستگی و ناراحتی دوا بکشید؟ نه. نمیبینید چگونه دخترانتون رو تکه پاره میکنند در روز روشن و شب تار؟ متوجه نشدید؟ هنوز نگرفتید؟ اگر میبینید که صداهای شما رو روی کانال قرار میدم، اگر میبینید که نظریاتتون رو قرار میدم، به دلیل این است که شما مطرح بکنید آن چرا کتاب امروز در نظرتون بوده و هست، که همگان بدونید کجا قرار گرفتید، برای این که بشنوید که چه میگویم. صحبتاتون رو با هم بکنید، درد دلهاتون، قرهاتون، ناسزا گفتنهاتون، فریادهاتون، گریهاتون، که آنچه را که شما در کانال میشنوید تازه 1% از پیامهایم که فرستاده میشه نیست. امکان این نیستش که بخوام تمام مسائل رو برای شما پخش بکنم. چکیده ای از آنچه که در جامعه ایرانی هست رو دارم براتون پخش میکنم که متعلق به خود شماست، که بفهمید، بگیرید کجا قرار گرفتید. مسئله غر زدن نیست، مسئله ناله نیست، مسئله عشق نیست. ما در یک جنگ نابرابر قرار گرفتیم برای پسگیری کشور. رسانه ها رو فقط به عنوان اون خبری که اتفاق میفته ازش استفاده کنید، غیر از این هر بحث و گفتگوی دیگری فقط کلاهشهری سر شما گذاشتنه، چون متعلق به تمام کشورهای بیگانه است و کسانی